خوش آمدید به قسمت چهارم از احمدشاه قاجار تا خمینی. قراره در این برنامه ما نور رو به بعضی جاهای تاریخ بتابانیم تا شرایط کنونی دوران معاصر خودمون رو برای مردم ایران تشریح کنیم تا بتونیم کشور رو نجات بدیم. هدف ما فعلا این نیست که بخوایم تاریخ رو خط به خط اصلاح کنیم و برای شما بازگو کنیم. در برنامه قبل تو یه خط توضیح دیدیم که تمام دعواها سر یک جاده‌ای بود به نام جاده ابریشم و تمام کشورها تلاش میکردن که راه این جاده رو باز کنن. بعد دیدن مشکل اساسیشون سعدی و مولوی و حافظه، دیدن مشکلشون افلاطون و عرفان و تصوفه. به این نتیجه رسیدن که عرفان و تصوف کلن از سرزمین فارس برش دارن و ایرانی ها رو از نقطه، از کلمات مشترک خارج کنن، یعنی اتحاد ایرانی ها رو بتونن تخریب کنن تا بتونن ایران رو تجزیه کنن و یا پادشاهانی بر روی ایران ارزم حضور شما بگذارن تا بتونن منافع و پولهای مردم ایران رو بخورن و این کار رو تا الان کردن. یعنی برای همین ما به صاحب ایرانی ها داریم بگیم آقا یا میخواییم مثل گذشته زندگی رو ادامه بده در نفهمی سیاسی با اینکه آدم فریختی هستی، آدم بزرگی هستی، ایرانی ها متمدنن اما در سیاست صفرن، میخواییم به مسیح خود ادامه بده، ادامه بده، لازم مدر همین طوری به زن وقتی تجاوز میکنه، مامان رو هوا، زنت حالا رو هوا، بعدا هم دختر رو هوا، مثل همین شرایطی که تا الان بوده. و یا اینکه میخوای یک بار برای همیشه چشماتو باز کنی تا مطلبو بفهمی، سرتو بیاری از این لجنزار سیاست بالا و ببینی که چه بلایی سرتو اومده تا خودتو نجات بدی. قبل از شروع برنامه، چون در برنامه اول من رو یه چیزی راجع به صمد بهرنگی گفته بودم، عرضم حضور شما که خیلی کوتاه و مختصر توضیح بدم. یادتون باشه من نه چپم نه راستم، تمام کتاباشون رو خوندم، نوع نگاهاشون رو میدونم، ولی اصلا کلن من حرفم این نیست که چپ ها چی فکر میکنن، راست ها چی فکر میکنن، ولی ریستارتی هایی که این برنامه رو دارن نگاه میکنن باید بدونید که ما به زودی در پوکر روبازمون یک راز بسیار مهمی که در طول این تاریخ 200 ساله گذشته و 300 ساله گذشته به صورت رسمی تر پنهان بوده، این دومل رو باید باز کنیم. ببینیم ما در خانواده پهلوی رو باز کردیم و اصلاح طلب ها و اصولگراها و مجاهدین خلق و مشروط خواها و تمامیت خواها و آزادی خواها و سلطنت طلب ها و پادشاهی خواها رو ریختیم تو هم، درگیر شدن که داریم موفق میشیم. هنوز یک مکان پنهان وجود داره به نام چپا. اگه ما اینو باز نکنیم، یعنی ما باید چپ ها رو الان با سلطنت طلب ها به شدت درگیر، چپ ها رو با اصلاح طلب ها به شدت درگیر کنیم، چپ ها رو با اصولگراها به شدت درگیر کنیم و چپ ها رو از لای مجاهدین خلق هم بکشیم بیرون. یعنی ما هنوز یک رازی به نام چپ ها داریم که این همینطوری همه روشون کردن اون بر میگن چپ ها چپ ها، که دیدی که سطر رو میگن من لعنت به چپ ها و لعنت به فلان. چرا؟ چون اگر ما چپ ها رو باز نکنیم، این آتئیست ها همون زیر به نام های، یعنی بهاییت به نام آتئیست اون زیره، هنوز یهودی ها در نام بی خدایی و آتئیست و تمام اون زیرن، سنی ها اون زیرن، گروه های سیاسی دیگه اون زیرن. ما اینو باید بازش کنیم، بیاتون بشه طرحی که ما داریم الان انجام میدیم اینه که برای همین خاطر گفتم به شدت از حوال چپ ها شروع کنه هم توضیح دادن که بگید که مگر کسی در ایران هست به جز سید محمد حسینی لیدر ریاست که مارکس رو اشناسه و تفسیر کنه؟ مگه باسوادتر از آقای حسینی ما اصلا داریم که بیاد فردا نیچه رو توضیح بده، هگل رو توضیح بده، صمد بهرنگی رو باز کنه، افکار چپ ها رو باز کنه، چون چند نوع چپ داریم و اندیشه هاش رو بده بیرون؟ شما باید یواش یواش برید تو دل چپ ها
تا غیر چپا را تو دل چپا برزیم بیرون. تو یه خط توضیح دادم که بدونید که داریم چی کار میکنیم. تا وقتی مجاهدین اون پشت با رضا پهلوی خودن رو هم نمیتونستیم موفق باشیم، اما زمانی که مجاهدین خلخالا با رضا پهلوی درگیر شدن، مجاهدین مجبور شدن که اسرار کثافت این خانواده بدن بیرون. جمهوری مجبور شد بده بیرون، میبینی که داره حمله میکنه. پس الان فوکوسمون رو چپاست. یه چیزی کوتاه راجع به صمد بهرنگی بگم رد چند، فقط میخوام فقط چون یه دفعه گفتم بجونید. آقا برای اینکه بفهمید که صمد بهرنگی کی بوده، عرضم از شما که توی یه خط اینو باید بدونید که اون دوره چی بوده. با یه مثال حلش میکنم. نورمن ویزون یکی از کمدین هایی است که فکر کنم آلمانی بود یا انگلیسی یادم نیست. این آدم کلن وقتی که برنامه های فیلم های کمدی نورمن ویزون خیلی خنده‌دار نبود، اما ما دوبلورهایی داشتیم که این دوبلورها مثل دوبلور جان وین مثلا، یا صدای آلن دلون دوبلورا، یا این دوبلورای ما بعضی هاشون مستعد بودن، باهوش بودن و همین خاطر دیالوگ های اضافه میکردن که شما وقتی فیلم کمدی نورمن ویزون میدیدی، اگر صورت طبیعی فیلم نورمن ویزون رو میدیدی 12 دفعه میخندیدی، ولی وقتی دوبلور دوبله میکرد 25 دفعه میخندیدی. یعنی استعداد درونی خود اون دوبلوره بود. این توضیح هم که بدونی. ما در نویسنده ها همین مشکل رو داشتیم. اینو چسبوندم به این که بفهمیم برای چی اتوبوس فلان گروه رو در جمهوری اسلامی از اون جاده پرت کرد پایین کشش داره همه. چرا بخواست بکشه؟ این خیلی مهم بدون. ما در زمان شاه دو تا مشکل داشتیم. یکی از مشکلات این بود که غرب داشت حمله میکرد به شرق. یعنی حتی آمریکا هم چالی چاپین ها مشکلات پیدا کرده بودن در اون تاریخ ها، و در اصل غربی ها با شرقی ها درگیر شده بودن خیلی ساده دیگه، و غرب به شدت میخواست تخریب کنه، غرب تخریب کنه افکار شوروی سابقه. پس این جنگ سردی بود که وجود داشت. من کاری به این ندارم. نکته صمد بهرنگی در اینجا نهفته است. و صمد بهرنگی ها، صمد بهرنگی مثل این دوبلورا بود. یعنی یک مشکل، دو تا سه تا مشکل با صمد بهرنگی داشتن، ولی مهمترین مشکلی که موجب قتل شد این بود که صمد بهرنگی داشت کتاب های این جاده ابریشم چپ رو ترجمه میکرد، و چون آدم باهوشی بود بعضی کتاب ها رو وقتی ترجمه میکرد مطالب رو چون فهمیده بود از اون نویسنده طوری بیان میکرد که شما وقتی کتاب عزیز نسین رو میخوندی قشقش میخندید. یه کتابی که ترکی نوشته شده وقتی ترجمه میشد شما با استعدادهای پنهان صمد بهرنگی ها در پوست و استخون تو ورود میکرد. پس مشکل اصلی با صمد بهرنگی این بود که صمد بهرنگی کتاب‌هایی رو که ترجمه می‌کرد مفهوم کلی اون کتاب رو در چند خط به صورت ایجاز می‌نوشت، و این موجب می‌شد که چپ‌ها به شدت کتاب‌هاشون پرفروش می‌شد، یا خونده می‌شد یا دیده می‌شد. دو، ترکیه رو باید ببینی. یعنی عزیز نسین نویسنده ترکیه چپی بود که داشت میزد خارمادر چه کسانی رو زیر میز میگه. خیلی مهمه. پس در ترکیه عزیز نسین هایی وجود داشتن، و در ایران یک افرادی مثل صمد بهرنگی وجود داشتن که متصل داشتن میکردن افکار ترک ها و ایرانی ها رو به هم توسط چپ ها. پس آقا حسین ترکیه دو قسمت بود. آفرین. پس برای همین رضا شاه فقط رفت ترکیه با آتاتورک. آفرین. یعنی در درون ترکیه دو قسمت وجود داشت که اون قسمته میخواست دهن این قسمته رو سرویس کنه، این تفکرات این وری چپ های این شکلی نابود کنه. به همین خاطر هر نویسنده ترکی که اشعار عرضم حضور شما که عرفا و اهل تصوف و یا چپ ها رو ترجمه میکرد، در ایرانی ها رو ترجمه میکرد به ترکی زیر سوال بود، و هر ایرانی که افکار چپ رو از ترکی به عرضم حضور شما که فارسی ترجمه میکرد زیر سوال بود.
یکی از مشکلات سمیر بهرنگی این بود که چپا رو خوب فهمیده بود و خوب توضیح میداد. بعد ببینین که چه ربطی داره به این که محمد رضا شاه پهلوی یک زمانی عاشق مصر بود و بعد با مصر درگیر شد. خیلی سواله اصلا. پس از اینجا باید بفهمی که محمد رضا شاه پهلوی مال کدوم کشور بود، مهره کدوم سازمان امنیتی بود، که الان تو این برنامه بیشتر باز میکنه. و چرا سمیر بهرنگی رو کشتن؟ چجوری رو کشتن؟ خیلی ساده کشتن. یعنی یک آدمی که با این میخواست بره یه جایی حال کنه، گزارش داد که ما با سمیر بهرنگی در فلان جایی. خب قاتل سمیر بهرنگی کی بود؟ ساباک؟ نه فقط ساباک، گروه سازمان امنیتی ترکیه هم در قتل سمیر بهرنگی نقش داشتن، به خاطر این ارتباط‌های پنهانی ترجمه تفکرات چپ از ترک‌ها به فارسی، از فارس به ترکی. یعنی این محور رو می‌خواست از بین ببرن. و بسیار هم ساده این اتفاق افتاد. سمیر بهرنگی دو بار از تو آب اومد بیرون. بار اول فوش میداد که تاریخ راجعش حرف نمی‌زنه، فوش میداد. بار دوم گفت کمک. حالا با کی رفت؟ چی گزارش داد؟ اینا رو میتونید در تاریخ پیدا کنید. منم حوصله‌اش نرم میشم باز کنم، چون اگه بخوام باز کنم بعد دونه دونه اینا رو راجع بهش حرف بزنم. و دو قباس به قول خودمون، یعنی اون یارو گفت که سمیر بهرنگی از زیر آب فریاد زد کمک، ولی نگفت که دو نفر از زیر داشتن پاشو میکشیدن با این. اون زیر قرضش کرد و کشتنش. اما همه جا نوشتن که غرق شد. یعنی اون آدم توسط سازمان امنیت ترکیه و ساواک، یعنی هم شاه دوست داشت یه جوری این بره و هم ترکیه دوست داشت که این یه جوری بره، و همون یه جوری هم که میخواستن ببرنش بردنش. برگردیم به برنامه‌مون و اسرار تاریخ. با یک سوال ساده مطلب حل میکنیم، یعنی برنامه رو شروع میکنیم، و اون این که رضا شاه حرف انگلیسی ها و روس ها رو گوش نکرد، بردنش، تبعیدش کردن. اوکی. محمد رضا شاه رو کردن شاه. چرا پسرش کردن شاه؟ کسی که پدرش اونجوریه چرا پسرش کردن شاه؟ این راز در یک جمله محفوظ است. محمد رضا شاه پهلوی 1320 جای باباش نشست، اما 1346 فکر کنم تاج گذاری کرد. یعنی مملکت ایران وقتی رضا شاه رو، چرا انگلیسی ها گفتن به آمریکایی ها که اوکی ما از کشور میریم بیرون به یه شرط، اینی که محمد رضا شاه شاه بشه، پسرش شاه کنیم. انگلیسی هایی که رضا شاه رو بردن، چرا پسرش رو بردن؟ برای اینکه پسرش قرار نبود شاه بشه. پس محمد رضا شاه پهلوی از سال 1320 که پادشاه شده بود مثلا تا 1346 همیچ بود. سیستم دست انگلیسی ها بود کلا. اگر اینو نفهمی نمیفهمی چرا مصدق رو آمریکایی‌ها قیام دادن. اگر راز درگیری آمریکا و انگلیسی‌ها رو ندونی که آمریکایی‌ها نفرت دارن از انگلیسی‌ها و انگلیسی‌ها نفرت دارن از آمریکایی‌ها، نمیتونی بفهمی که پس چرا مصدق و شاه درگیر شدن. نمی‌فهمی. آمریکایی که به قول دوستان و دشمنان جنگنده‌های ایران، یعنی کشور ایران، هواپیما میفرستاد ویتنام به قول دوستان. آمریکایی که در جنگ ویتنام سربازای ایرانی میبرد، خلبانای ایرانی میبرد، هواپیما ایرانی میبرد. این آمریکا چرا از سال 1320 تا 1346 زور زد تا یک ساختار جدید در کشور وجود بیاره و چرا نتونست؟ یعنی خود شاه با خریتش زمانی که به آمریکایی‌ها حمله کرد، چشمای بیار اسمش رو آورد، با خریتش، با اینکه ته دلش یه فکرای دیگه‌ای می‌کرد، کمک کرد که ایرانی‌ها علیه آمریکا قیام کنن.
آقای حسین بازه‌تر توضیح میدی. بازه‌تر یعنی این سفارت ایران در دوران خمینی اشغال شد چون شاه احمق بود. این وقتی پادشاه احمق باشه اینه، یعنی چون نمیدونست کی داره میبرش، کی داره دهنش سرویس میکنه، نمیدونست اینو، اومد کلید کرد به یک گروه یهودی در اسرائیل و کلید کرد به آمریکایی‌ها. و انقدر این فضای مرگ بر آمریکای پنهانی رو تولید کرد و بعدم که رفت سوار هواپیما شد رفت، آمریکایی‌ها راش ندادن چون نباید راش میدادن به دلایل اصلا. آیا آمریکایی یک مهره انگلیسی رو راه نمیده که مگه خر راه بده؟ به همین خاطر مردم ایران عقده‌شون رو در یعنی نه مردم ایران، اون گروه های سیاسی عقده‌شون رو بدونه که ملت ایران بفهمن در لانه جاسوسی یافتن. این همون جمله‌ای که در برنامه قبل گفتم، یعنی من میام پولای باباتو میخورم و توسط پسرش میزنم عموی بابات هم که دوست بابات بوده رو میکشم، یعنی با نیروی تو رو خر میکنم علیه خودت. و این اتفاق افتاد، یعنی لانه به قول اینا میگن لانه جاسوس آمریکا رو گرفتن، یعنی انگلیسی ها ریختن توسط روس ها با هم ریختن و فشار آوردن که سفارت آمریکا رو بگیرید. با این کار ایران از آمریکا جدا کردن. پس جنگ تو جنگ ایران انگلیس و آمریکا بوده اون وسط همیشه و تو بهش توجه نمی کنی. همه حرف می زنن یه جور دیگه توضیح میدن. برای اینکه عرفان تصوف نابود کنن، پس اومدن یه سلسله جدید تولید کردن. این سلسله اسمش رو گذاشتن پهلوی. بعد چسبوندنش به ساسانیان و کوروش و هر چی آدم بود چسبوندن به اینا و گفتن این سلسله جدید تولید میکنیم تا ببریم ایرانی ها رو به سمت اینکه شیعهشون نابود بشه، افکارشون نابود بشه، سعدی و مولوی رو بگیریم. و کتاب‌ها رو تعریف کردن و نوشتن که مولوی سنی بود، اون فلان بود، شمس گی بود، همه اینا نوشتن. همه این نویسنده‌ای که این کتاب‌ها رو نوشتن همه اینا صادقانه امنیتی هستند. برای همین خاطر بهتون گفتم من کشور رو می‌گیرم، فقط اینجوری می‌کنم. اونو بگیر، اونو بیار. همینجوری همه رو می‌شناسن. اون اینجا هر می‌دونن. از یه چیز داره من فکر کنم مثلا به راحتی، تازه اونایی هم که من نمیشستم با گرداهایی که رضا پهلوی تولید کرد، هر بیناموسی که از این رضا پهلوی دفاع میکنه ما میگیریم دیگه. گفتیم دیگه میگیریمش. چرا میگیریمش؟ برای اینکه سازمان امنیتی پوششه، چون طرحشون میدونیم، نقششون میدونیم، ایدهشون میدونیم، میدونیم اصلا میخواد چیکار کنن، اصلا اینا رو میدونیم. و بعد اومدن در اون تاریخ بهایا دست در دست بهایایی که موقع ساخته شده بودن، دست در دست یهودی ها و زرتشتی ها این ستا رو ادغام کردن. یعنی از وسط مملکت ایران یک جنبشی رو تولید کردن که این جنبش پهلوی بود، به زبانش سانسکریت بوده، حتما مال دوران کوروش بزرگ بوده. میلیاردها دلار خرج کردن که این سلسله قوی شه، مردم فراموش کنن. از اون طرف شروع کردن تاریخ نگار، نویسنده، هنرمند، شاعر، خواننده، تو همین الان ترانه سرا، ترانه هایی بسازیم و نویسید که توش تبلیغ کنیم. و این حرکت رو در دوران رضا شاه هم شروع کرد، حالا من توضیح میدم. اما در دوران محمد رضا شاه تا این آدم تاج شنگل طلاشو بذارن سرش، کارا رو کرده بودن. یعنی بغل محمد شاه پهلوی در وا میکرد بهایی بود، در بس اون در وا میکرد یهودی بود، اون در وا میکرد این در وا میکرد جاسوس بود، این در وا میکرد اون در وا میکرد یکی دیگه بود. در رو میبست میدید روبروش انگلیسی ها، در رو میبست میرفت اون پشت دستشوی بود، بالا سرش یه دونه روس پایی زده. نمیشه چکار کنه؟ تمام مهرها رو از 1320 تا 1346 قبل از اینکه محمد شاه پهلوی تاج گذاری کنه بغلش چیدن. خب فقط این کار نبود، زمان رضا شاه یه سری دو سه تا از نویسنده‌های عرفانی چسبیدن به رضا شاه که کشور نجات بدن، اما اونها رو تخریب کردن و کشتن و عرضم از شما که نابود کردن و از دایره رضا شاه خارج کردن و نویسنده‌های خودشون رو آوردن
الان هم همینطوری احمق نشون. ما اگه ما در اون دوره بودیم نجات میدادیم. خبش بابا اصلا اینجوری نیست. الان این همه هنرمند داخل ایران شیعه هست، سنی هست، بیاد خارج از کشور شلوارش کلا بکشه پایین، فکر میره هالیوود؟ نه، یک بهایی فقط میره هالیوود به نام گلشیفته برارنی. یعنی فکر نکن که اینا احمقن. یعنی اینها مثلا گروه های بهایی ها و یهودی ها در خارج کشور قشنگ دارن فکر میکنن. ببین شهاب حسینی تو فیلم بهایی بازی کرد، رفت جایزه گرفت، اما هر کاری که شهاب حسینی بکشن بیرون ندونستن چون شیعه بود. شهاب حسینی گوش نمی کردیم، گفت آقا حسین رها کنیم. یا حسین گفت نه باید. و بقیه هنرمندایی که الان بیرون شما میبینید یا یهودی هن یا بهایی هن یا زرتشتی هن که میبینید دارن میرقصن رو میز. یعنی همین کاری که الان شما دارید میبینید هم دوره اتفاق افتاده. فکر نکن اتفاق نفتاده. اگر تو این دوره فهمیدی بیا اون دوره هم میفهمیدی که جاده نجات میدیدی. ولی تو اگه این دوره رو نفهمیدی چطوری فکر کنی اون دوره رو میفهمیدی؟ یا دوران نادرشاه رو میفهمیدی یا دوران صفویه رو میفهمیدی؟ اصلا نمیفهمیدی. تو همون خائن احمق بودی که به خواهر تجاوز کردن دست در دست دشمن داشتی داشتن میکشتی. اصلا اینجوری بودی. بعد از اینکه یه سارتیا فشار آوردن خانم گلشیفته گفت بعد من بهایم قرة العین طاهره قرة العین امام من است. نمیگفت هیچ کی نمیگفت. همین روشون رو بر بود. هیچ کس نمیگفت. هیچ کس نمیگفت اینه که لاله باشه در میان دینشون چیه. روانشناس تولید کردن تو آمریکا اینا رو نمیفهمی ها. ببین شما شیعه ای درسته؟ آره. خب 250 سال یهودی ها کتاب رو تعریف کردن، میگن چادر سیاه مال شیعه هست، لباس سیاه مال شیعه هست، به زور کردن لباس سیاه مال شیعه هست. بعد خود نتانیاهو دیدی لباس سیاه هم پیشیده بود وقتی که حمله شد یهودی ها رو کشتن. کاری کردن در کتابات که میخونی میگه که سنگ سال مال اسلامه. چرا؟ چون نویسنده نوشتن، روش نوشتن، تلاش کردن، دونه دونه رو با هم انجام دادن، دونه دونه رو دارن. یعنی هر جایی رو در کتاب تاریخ من با میکنم میبینم که تحریف شده. صدها میلیون دلار خرج کردن که بگن فردوسی راجب علی شعر نگفته. و همین خاطر بهایی ها، زرتشتی ها، یهودی ها برای این که بتونن دین بهایت رو بر ایران مسلط کنن و دین ایرانیان رو عوض کنن فردوسی رو برداشتن. چون مولوی که نمیتونستن برده، مولوی از صبح تا شب داره میشه تو صورت یهودی ها، بهایی ها، زرتشتی ها بونه که نمیتونه برای جرنگه. مولوی رو کردن گی، با شمس شبا میخوابه، اما فردوسی بزرگ. بعد از دراویش هم استفاده کردن، یعنی گروه های دراویش خری که اون وسط بودن استفاده کردن. یا فردوسی بزرگ، یا فردوسی بزرگ. همه اهرم ها رو فشار دادن برای اینکه بتونن تخریبت کنن و نابودیت کنن و از بین ببرن. در سینمای جهان هم همین کارو کردن. یعنی وقتی گلشیفته اومد بیرون، ثانیه که از اونجا اومد بیرون بهش پول دادن، بهش غذا دادن، شلوارش بوشن. حالا دامنت اینجوری میکنی بیا برو هالیوود. یا بزغاله که تو ایران میشیشن تو صورتش اینجا شد سردمدار هالیوود. چرا؟ برای اینکه بهاییه، باید قبیش کنن. همین کار در دوران رضا شاه کردن. یه چیزی کوچولو بگم که بدونید در دوران قبل از رضا شاه، یعنی در دوران قاجاریه قبل از احمدشاه و بعد از رضا شاه، یکی از کارهایی که اینا کردن یه سری بیزینسمن هایی بودن که شروع کردن مواد غذایی خریدن و بعد میدونستن در فناتوری قرار جنگ انجام بدن، جنگی که انجام بدن ایرانی ها وارد قحطی میشن، مواد غذایی رو گذاشتن گرفتن. اینجوری جنگ شد، ایرانی ها بی غذا بودن و شروع کردن تبلیغ کردن یا بهاءالله. این غذاهای سید محمد علی باب است، بخور. اسرائیل به تو خدمت میکنه. یعنی فکر کنم مثلا من فردا صبح برسم آلمان، حمله کنم آلمان رو تجزیه کنم، بگیرم زن و بچه‌ش رو تجاوز کنم، بعد یه نفر اونجا میفرستم، اونجا میگه که به خاطر مثلا یا حسین بیا غذا بهش بده. یعنی از این پشت غذا بهش بده. همه این مطالبی که اتفاق افتاده از 250 سال 300 سال پیش به صورت رسمی تر همه از همون کتاب است و مردم نمیدونن. یعنی تو اون کتاب نوشت که انگامی که 12 ستاره میدرخشن، یمانی به یمان یا یمانی به یمان،
یا یمانی به یمان میرسد، سفیانی به منبر میرود. حضرت کتاب عرفان تصوف ورداشتن یک فیلمنامه جدید روش نوشتن. چرا؟ چون تمام باورهای این افراد رو به سمت جنگ جهانی سوم هدایت کنن. بعد خود خودتون مسخره میکنه. یعنی تو اون کتاب، تو اینترنت هم از بعضی از خطاش اومده بیرون دیگه، بعضی از خودش اومده بیرون. میگه که زمان ظهور امام زمان یک خری وجود داره که روش آب و غذاست و مردم تو این صفن که این خره به این آب و غذا میده، خره دجال، تا مردم امام زمان رو در اون تاریخ هر چی فریاد میزنه من ظهور کردم ایشی گوش نکنه، همه میخندیدن. یعنی یه روزی میشه که خره دجال میره جلو. دقیقا همین در آمریکا اتفاق افتاد. آرم دموکرات ها خره دیگه، خره دجال. همین کاری کردن، کرونا رو فرستادن، ویروس عرفانی کرونا اومد، زودتر اومد بیرون، اتفاقاتی افتاد. مردم نشستن تو خونه در صف آب و غذا قرار گرفتن. یه دوردش هم درست کردن که گفتن دیگه شما قیام نکن، شما نمیخواد دنبال خره دجال بیای ما بهت تو صف وایسی، دوردش میبره براتون. همین الان هم برو پیش ترامپ بگو راجع به ترودو چی میگی توی کانادا، میگه کشور به این بزرگی پول و آب و غذا و بهترین آبهای جهان یخبندان فلان، چی راجع به آب و هوا بدی مادر قوی چی میگه؟ یعنی کلا میگه آقا ترودو کانادا رو گرفته، راه نجات مردم کانادا این است که ترودو بره. پس آب و غذا را که میبینید در جان حرف میزنن یک دروغ بسیار زیباست برای اینکه مردم برن تو اون صفحه قرار بگیرن، اما مردم چون فکر میکنن کتابا دروغه میگن کو خره، نمیدونن آقای جون خرن تو صفه. یه جنگ اینجوری بشه مردم تو صفه قلمویانشون رو جنگ ایران را هم تو صفه دن غذا بگیرن. روغن مجانی، اول جنگو تولید میکنن بعد روغن مجانی میدن دیگه. پس در اون تاریخ جناب آقای رضا شاه، بعد دیدن رضا شاه گوش نمیکنه، هر چی واسش وزیرن که دین رو بهایت اعلام کن و نکرد، آمریکا اومد بمب اتم داشت و انگلیسی ها و روس ها به شدت ترسیدن و آمریکا گفت اگر ایران تجزیه بشه ما به لندن حمله نظامی میکنیم. انگلیسی ها قبول کردن که برن بیرون. انگلیسی ها با امریکایی نبودن چون کشور عرفان تصوف 776 در امریکا تولید شد درست 34 سال بعد از جناب آقای نادرشاه. درست نویسنده و عرفا رفتن به این کشور درست کردن. چرا؟ یاد بخت و نصر بیار که اون صوفی بخت و نصر بچه بود رفت ازش امضا گرفت، گفت تو به زودی شاه میشی. گفت چرا امضا میگیری؟ گفت تو به زودی شاه میشی، هر زمانی که بهت گفتم که فلان کارو بکن بگو چشم، ما رو نکش بگو چشم. گفت من اگه شاه بشم من بدبختم اینجا، اگه شاه بشم چشم. بعدم بخت و نصر شاه شد، پیرمردم از جلوش گفت من همونم که ازت امضا گرفتم. گفت چی؟ گفت اینا رو نبکش. گفت چشم. آمریکا همینطور شد. عرفان تصوف اومد و در آمریکا مسیح حقیقی رو توضیح داد، روی سر شد آمریکا و کشور آمریکا بر اساس قوانین عرفان تصوف نوشته شد. انگلیسی ها حمله کردن، فرانسوی ها حمله کردن، خودشون رو جر میدادن چون اون موضوع رو میدونستن دیگه، حتی شوروی همه میدونستن، همه میدونستن که باید آمریکا تجزیه شد، آمریکا نباید بگیره دست جون. اینا چی میگن؟ گفتن آقا بدبخت شدیم. 776 اومد، گفتن یعنی چی؟ گفت یعنی شاه اسماعیل یکم صفوی در آمریکا ظهور کرد. انگلیسی‌ها گفتن مذهب دین خودمونه به تپونی با امریکا نتونستن هر کاری کردن، اصلا یه دین جدید اومد تو امریکا، اسم مسیحی هم یه مسیح جدید هم. بعد این کشور رو گرفتن، این کار رو کردن. تا که این کار رو کردن اون لطف تصوف به امریکا، تا زمانی که روس ها از شمال و انگلیس ها از جنوب اومدن کشور رو گرفتن، تجزیه کنن ایران رو و دین ایران رو بهایت رو رسما اعلام کنن. بعد از رضا شاه رسما اعلام کنن، کشور گرفتن. از اینجا هیچ کس توضیح نمیده.
قرار بود که چند صد هزار تا ایرانی رو بکشن، هر کسی آخونده یا بابره یا مذهبیه یا عرفانیه یا شعر میگه یا سعدیه یا مولوی، کتابا رو همه رو جمع کنن، چون کاراش کرده بودن دیگه، تحریفا رو کرده بودن، همه چی آماده بود، شروع به قتل و کشتار ایرانی‌ها بکنن و دین رسمی ایرانی‌ها رو پرچم برو بعد از نادرشاه ببین سه رنگ چیه، این پرچمی که می‌بینی برو ببین بعد از نادرشاه، نادرشاه خودش یه شیر خورشیدی گذاشته اونجا ولی بعد از نادرشاه افشاریه پرچمش سه رنگ، اصلا یه پرچمی که برو ببین سه تا رنگ اینجوری داره، سفید آبی قرمز بنفشه زرد زرد چیزی اینطوری بزنن با اون فرع بهره اون پرچم مربع چیزیه ساسانی ها رو بیارن و تموم شد دین بهایت. که امریکایی ها رسیدن گفتن کشور ایران دینش چیه؟ گفتن بهایت. گفتن نه این شیعه و شیعه حضرت علی. گفت امریکا گفت نخیر شیعه چند هزار ساله هم اخرجو من ایران با چوچونی با تیپا انگلیسی ها رو جنوب پرد کرد بیرون، رو شوروی سابقم با تیپا زدن کنش پرتش کرد بیرون، با همون بلایی که انگلیسی ها قرار بود سر سرزمین پارس بیارن سر خود انگلیسی ها بود، مصدق و علم کرد و شاه هم وسط گیج بود نمیست چیکار کنه، این بلد زیزا شاه تا زمان شاه باید ببینی صحنه چی شد و عرفان تصوف بدهکاریش آمریکایی ها به ما داد و ایران از تجزیه جلوگیری کرد تا 46 که شاه تاج گذاشت. از 46 بازی های سیاسی دین ها و سیاستمداران از 300 سال گذشته یواش یواش حرکت کرد به صورت بسیار نرم برای اینکه اتفاق بعدی رو در کشور تو رقم بزنن که در برنامه های بعد توضیح خواهم داد. بدرود.